چنگیز، چنگیز، طبق تمرین عمل میکنیم. میری بهشون میگی بیل و کلنگ میخواییم. بیل و کلنگو که گرفتی بگو خودمون درستش میکنیم، مولکش نمیخواییم. بیل و کلنگ دستمون باشه، خودمون میریم تو کار جواهر. فهمیدی؟ چرت و پرت نگی، همینا رو فقط بگو. برو ببینم، من پاسش برمیای، من پاسش برمیای. ببخشی، ببخشی، ببخشی. ببخشی، ببخشی. دیگه نمیدن دستت رو من بلند شا. یه بارو تو مینم. آقای خانوم، شب بهانه آوردی که دلپیچه داشتی، دکتر بودی، درگیر دستشویی بودی، اصلا نبودی. منم گفتم قبول، اما حالا چی؟ حالا که بالا سرشونی؟ این چه افتضایی رو انداختن؟ راست میگه دیگه، مگه تو وکیل بند نیستی؟ آقای دکتر، خودت اینجا نشستی، دستشویت برا، آب خوردنت خنک، خیالت تخبات و انداختی رو پات، داری کیفشو میبری. اون وقت ما چی ها؟ یه لیوان آب خنک نریم که ببخشید، ببخشید، گلاب براتون بخوریم. حالا دست به آب بماند. یا باید بریم آب معدنی بخریم، چون موقع خرج یه رو دستشویی کردن ما میشه قد یه شب هتل 5 ستاره. یا باید همینجوری دست خالی بریم اون تو، که اون موقع ما میمونیم و آب جوش و رقص سرخپوستی. کجا دانند حال ما، سبکسالان مالنا؟ تو چرا فکر میکنی که من به فکر نیستم؟ از همون شب پیگیری کار بودم. چه کنم؟ چه کنی؟ ببخشید اون بنده خدا چه کنم؟ صبر. موتورخونه باز دوره شاوز بزد که اصلا لنگه پیدا نمیشه. باید صبر کنی، رحمت شترگلو از حسکتی برگرده. دلاری اشتباه میزنی دیگه داشت، داری اشتباه میزنی. موتورخونه از اولش هم سالم بو هنو هم هم یه لوله سوراخ شده. همین پژوهش کردن پر آدمای فنی دست با چاره. شما سمت لوله دو جفت کنن، یه بیل بده کار تحویل بگیر. بدون اینکه دست به موتورخونه بزنی مگه میشه؟ بله معلومه که میشه. فکر من بی مطالعه حرف میزنم، رفتم استعلام گرفتم. خیلی خوب، بذار من یه فکری بکنم. دیگه فکر چی رو میخوای بکنی دوکی؟ آخه میترسم کار دوباره بسپارم دست شما، از اینی که هست بدترش کنی. راست میگه دیگه. چیه راست میگه؟ راست میگه، واسه ما راه انداختی. شدی دنبا آقا. چرا بیرا میگی دکتر؟ مگه خرابتر از اینم میشه ها؟ خرابتر از این نمیشه. حالا یه آدم توسعه نیافته ای بی مطالعه ترقه در کرده، لوله هم توجی نبوده ترکیده. دلیل میشه تا قیومه قیومت هرچی خراب کنه میشه بنزی گردن ما. آه چی شد؟ زبونت میخچه در آورد؟ چرا پشتبند ما نمیگی راست میگه دیگه؟ ناسلامتی سرنگهبونی؟ حالا اصلا اون هیچی؟ ناسلامتی دوماد آقایی. کمال جان، به خاطر من یه فرصت دیگه بهشون بدیم. بیا یه لیوان آب بخور آروش. چیزی نگفتم. به این دکتر، من مرامی کتک زدم، دست باشی کندم، ولی یه چیزایی حالیمه، لب به این آب نمیزنم. قدرت وسایلی رو که میخوان برو بهشون بده، خودشون خراب کردن، خودشونم درست میکنن. چش دادی کمال. من اینجا دکترم، دکتر وارسته. بله جناب آقای دکتر وارسته. قدرت یکی رو بگو بیاد چنگیز رو ببره، خودم اینجا بمون باهات کار دارم. نگهبان مرادی، یه نفر رو برفرز دفتر کمال، بعد یه نفر انتقال بدیم به پورتوریکو. پژوهش کرده. من در خدمتم. قدرت جان. جانم جناب آقای دکتر. نه نمیخواد، همون کمال صدا کن. جانم جناب آقای کمال پرستی. بشین. نه همینجا راحت بفهم. میگم بشین. چشم. میدونی چرا وقتی گفتی لوله کش نیست من نگفتم برو یه لوله کش دیگه بیار؟ به خاطر هزینش دیگه. نه. یه راهنمایی میگم. آها، چون فقط کار رحمت شترگلوه. نه قدرت. ما که نمیتونیم بریم برای همه تعریف کنیم که افشین خواهرزاده میرزایی اون براش موبایل آورده. اون وقت مسئله پارتی بازی و خانواده و فامیل بازی و اینا پیش میاد. یعنی یه قائله بلند میشه که از قطع آب بیشتره. پس چی بگیم دادی؟ ببین قدرت، من تو این آسایشگاه به هیچ کس به اندازه تو اطمینان ندارم. خانقا تو فامیلی، از یه طرف هم پاری تنمی. من مخلصم، کوچیکتم.
یه بزرگواری باید بکنی ما خاکه شما دست اینقدر نیا تو حرفم بذار من حرف بزنم چشم ببین من دست تو رو میگیرم میبرم تو حیات پژوهشکده خب تو هم یه قیافه نادم و ناراحت به خودت بگیر اونجا میگیم اون شب موبایل تو افشین دزدیده زیبا نیست؟ نه اصلا زیبا نیست چون وقتی که افشین رو با موبایل گرفتن اصلا من تو پژوهشکده نبودم ما سر سفره عق بودیم یادتونه من دامادتونم قدرت خیلی خوب خب میگیم که تو اون روز هول بودی هول هم بودی واقعا آره هول بودی موبایل تو جا گذاشتی افشین اومد برش داشت موبایل تو بده میدید داده کمال آخر... بده دیگه آخه موبایل شخصی چی شده من بده دکتر این صفحهش خیلی گه الان چی؟ زیبا نیست؟ زنم زنگ بزنه چی جواب ندم نگران میشه نازیباست اولا خانومم بعد اونش با من تو فقط موبایل رو به گردن بگیر من 3 روز از حقوقت کم میکنم یه توبیخ کتبی هم درج در پروندت میزنم آخه تو فقط موبایل رو به گردن بگیر آقا مجید لطفا در پایینه ببندید کسی هم راه ندی تعطیلی بعد ممنون خانم اسکریان حواستون به ساعت هست؟ یه 2 دقیقه دیگه مونده تا تایم انتقال بعد پس رأس ساعت 4 پول انتقال برید به کاراکاس لطفا یه موجودی هم اعلام کنید که من یادداشت کنم بله. یه پرینت هم بگیرین بر بایگانی نسخه هم ایمیل کنید به ونزوئلا و استرالیا ممنونم بله چشم پس لطفا شما یادداشت کنید آه بله دلار 300 تا بله یورو 4800 تا چند تا 4800 پوند 500 تا بله 700 هزار تا هم یوان چند تا؟ 700 هزار تا خیلی ممنون خواهش میکنم آقای طریقی ببخش بفرمه انتقال انجام شد تو چطوره؟ ممنون خواهش نداشتیم خواهش میکنم میخواهی یه چک کنیم داشتم به یه موزه خنده‌دار فکر میکردم خب بگو من بخندیم نه دیگه خصوصیه خیلی میگه خصوصیه پا اون رد کن بیاد چیو؟ اونو که اون پشت گذاشتی چیزی ندارم اون پشت رد کن بیاد دیگه چنگیز خان میگه رد کن بیاد یعنی رد کن بیاد باریکلا ببین اینجا چی داریم میدونی این جرمش چیه آره موبایل جرمش بالاست آره خیلی هم بالاست انفرادیه اینا کی گرفته؟ از افشین خریدم از افشین ببخشید میشه من یه پیامک بزنم به خانمم باش میخوای گوش نری دارم ولی اینا تصویری هم میتونم عکسامو بفرستم خیلی دلش برام تنگ شده فکر کنم شما خودتون گوشی دارید بعد منو تهدید میکنید این بازی چی داری توش بازی نداره یعنی چی بازی نداره بازی میشه این گوشه بازی نشه فکر خیلی زرنگی دیگه من ورزش رو گذاشته اون پشت منم آره من شده چنگیز بپر پیر و کلنگ رو اووردن از پسش برمیایم بپر نه بی مطالعه حرف زد نه منظور بپر یعنی که بپر یعنی پرواز کن مثل عقاب پرواز کن بر فراز آسمان ها ای میخوام دستت بلند کنم خودم بین این همه آدم صحیح و سلامت عدل باید غزال تیسپا رو میفرستدی دنبال میکروفون دستور دادم که به سرعت بیام خدمتتون تا کمال
این بود؟ دادی کمال، دکتر وارسته، من برای خودم یه استدلالی داشتم. وقتی قدرتمون تو باشی، سرعتمون هم ایشونه. نه همه چیزمون باید به همه چیزمون بیاد. بده من بیرم. چنگیز، دیدی چیکار کردم آقای خانی؟ چیکار کردی؟ ندیدی؟ نه، چیکار کردی؟ جواد، دیدی؟ حال کردی؟ نه، چیو؟ چیکار کردی؟ ندیدی؟ اشکان زالو، حال کردی؟ دیدی چیکار کردم؟ ندیدی؟ ما واسه یه کار دیگه اومدیم، چیه؟ چیه؟ حسن غزل، دیدی چیکار کردم؟ حال کردی؟ سلام دوستان، آقا ایشکی ندیدی؟ میدونم که ساعتهای مشکلی رو پشت سر گذاشتی. منم در مشکل شما شریکم. به جوش بیارید برای آقای دکتر تا با همون شریک شه. من نمیدونم. رعایت خفن در این مکان الزامی میباشد. فهمیده بوده؟ ببخشید دکتر، اینا بی مطالعه حرف زدن. شما بفهمید. بیل و کلنگ آوردیم. میگم خفه. این بار آخر شفاهن تذکر میدم. دفعه بعد کف گرگن تذکر میدم. حالتونه؟ دکتر تو هم سری برو سر اصل مطلب. چقدر کشش میده دیگه. بله. بفرما. بگو. همه لوازم تعویض و تعمیر لوله آماده شده. و به آقای خانی خواهیم داد. اینه که انشالله مشکل شما هم حل میشه. انشالله انشالله. اما این سهلنگاری قدرت هم نمیشه که بدون مجازات باشه. شما میدونید ایشون از دوستان قدیمی من هستن و داماد من هم هستن. ولی در اینجا فقط یک همکاره. تصمیم بر این شد که 3 روز از حقوقشون کسر بشه تا درس عبرتی بشه برای سایر نگهبانان و پرستاران که مبادا حواسشون جمع نباشه و دوباره این اتفاق بیفته. تمام. دست. دست. قدرت عزیزم دقت کن. قدرت عزیزم دقت کن. قدرت. آقا شما دیدی من چیکار کردم؟ ندیدی؟ آقا دیدی من چه جوری جون حسن غزل رو نجات دادم؟ من جون حسن غزل رو هیچکی ندی. آقا ساکت. حتما. ببخشید. آقا قدرت ببخشید. من میتونم یه تک پلان از سکانس افتادن لوله رو داشته باشم از این دوربین مدار بسته؟ چیه کجا لوله رو داشته باشی؟ بابا اون لحظه ای که لوله داشت میافتاد رو سر حسن غزل من از پسش برمادم. اون لحظه رو کات کنیم من بفرستم برای خانومم. قدرت من خیلی به این فیلم احتیاج دارم. میتونم توانایی خودم به اثبات برسونم. این فیلمو باید به خیلی ها نشون بدم. چنگیز جان شما که زحمت بردن این کلنگ و بیل و لوله رو میکشی. اینم بذار زیر بغلت ببرش من نبینمش. برو ببین آقا. روچشم حرفت با مطالعه است. باش بریم کار داریم. باید بریم آب و وصل بکنیم. بفرمایید. آب و وصل بکنیم. مخه منو خوردی بابا تو. آبا قضیه به این مهمی رو قبول نمی کنی؟ جون یارو رو من نجات دادم. چقدر حرف میزنی تو؟ چقدر حرف میزنی؟ مخ منو خوردون دیگه. سید من واقعا جونش رو نجات دادم. واقعا حسن غزل از مرگ حتمی نجات دادم. اونم کی؟ من. بشین این کارتون دارم. 4 متر لوله بود داشت میخور رو سرش. من یهو میگم بشین این کارتون دارم. نمیگه بشین دیگه. برو بشین. بشین کارت داره. بشین. حسن غزل حسن غزل حسن غزل حسن غزل حسن غزل. این چرا انقدر عصبیه؟ چه میدونم این چرا انقدر عصبیه؟ یه روز میخواستی موبایل نادر واسم بیاری که البته اشتباهی رفتی موبایل قدرت واسم آوردی. خلاصه تو اون شلوغ پلوغی یه 20 دقیقه یه موبایل تو این پژوهشکده گم شد. وارستم خودشو زده بود به در دیوار ببینه کی برداشته. آره بابا یادمه. بعد پیدا شدنش هم 10 بار اومد میخواست از زیر زبونم بکشه ببینه کار کی بوده. اما من بوم بوم سوچ. اصلا نم پس نهده. حالا امروز قدرت رو برداشته آورده اینجا میگه افشین موبایلشو دزدیده. ولی من یادمه پریشب که قدرت اومد همینجا بالا سر لوله موبایلش دستش بود. تو هم بودی یادته؟ موبایل؟ آره یادم اومد. یادم اومد اینجا نشستم آب داشت میپاشه تو صورتش لباس داشت. البته اون موبایلی که نشونتون دادم از افشین خریدم. اونم میگفت از دکتر نظری خدا بیامرز کش رفته. میگفت همین یه دونه رو داره. کی؟ افشین. افشین چی رو یه دونه داره؟ میگفت همین یه دونه موبایل رو داره. افشین گفته؟
دروغ گفته. میدونی چند تا موبایل داره؟ یکیشو که تو حیات نگهبانو ازش گرفتن. یکیش هم که من انداختم تو چای توالت. چرا؟ بابا همونش روز تو چی شده شد؟ اوه 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 وای اصلا یادم نیار. هیچ شبی مثل اون شب نیست اصلا صبح نمیشد. سومی رم که اونجا گذاشتیم بذار. شبی بود و یه شبی بود اصلا. اینو با اون عوض میدونی چیانه من عوض میدونی؟ من میخوام باش عکس بفرستم. اینو بهم بده من باش مهروازی کنم. من عاشق این بازی نداره. من میخواستم این کار موبزه رو انجام نکنم. عکس بفرستم من باش مهروازی کنم. این طرف راحت موبایل می آورده می برده. چی میگی؟ معلومه دیگه اون موبایل فروشی داشته دیگه. چه چرت و پرت میگی؟ هم پولشو داشته هم آدمشو داشته. میگفت آدم زیاد داره. قرار بود آدماش این جهانو بردارم بیارم ملاقات من این خرخرشو بجوام. آخ 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 جان جان اگه دستم بهت نرسه یه جوری این گلو تو بگیرم فشار بدن این چیش رو جان از کجا میشناخت؟ تو بهش گفته بودی؟ خودش میشناختش. تو بهش گفته بودی؟ یک بار برای همیشه به من بگین این جهان کیه؟ من حقشو دارم بدونم دیگه. جز من تو خانم این هیچکی نمیشناختش. ببخشید یه لحظه خانم احمدی. ها؟ خانم احمدی من همیشه بهش میگفتم خانم این. خانم احمدی زن این. بگی خانم تو. اینجا؟ اینجا بگیرم؟ نه برو تو محضر بگیرش. خوب آگه بگیرم. میگم بگی خانم تو. باشه. فقط احتیاج به دو تا شاهد داره اگه شما دو تا شاهدم بشین. سلام. وای امید، منم همینطور عزیزم. یکی از خطای افشین داره کار میکنه. کدومه؟ خود افشینه؟ نه همون دیشبی هست که اسمس داده بود. چرا دلم برات خیلی تنگ شده؟ نه والا ببین راستی خیلی خبرای خوبی برات دارم. آره منم برات یه خبر عجیبی دارم. ولی اول تو بگو. سهیل و مرضیه به سلامتی دارن میرن سر خونه زندگیشون. بهتر قطعش کنیم دیگه. بذار باشه. دکتر میزایی گفت تحت نظر باشه بد نیست. پریشب ماشین رو گل زده بود. قرار بود دیشب بریم شام بیرون ولی حالا امشب داریم میریم. البته همه گلو پلاسیده دیگه. حالا بگو کدوم ماشین؟ حالا ماشین رو ول کن. بذار اینو برات تعریف. این بالای دایی اکبر. وای امید باورت نمیشه. سهیل ماشین از دایی گرفته رفته تاکسی اینترنتی. این دیگه واقعا حریم خصوصیه. خط قرمزه. گوش بده. ما اینجا یه حسن غزل داریم. حالا نه سب کن. بذار اول لوله رو برات بگم. ببین سر قضیه این کلنگ. حالا بذار این قشن بگم. الو سلام سارا خانم. خوبی این؟ من سعیدم. چیزم یعنی سعیدم. میخواستم راجع به پرونده سنگیز بمیری تو صحبت کنم. این اوضاع چجوریه؟ خدا رو شکر خوبه. به یه نتایجی رسیدیم. راستی غیر از شما کسی هم روی این پرونده کار میکنه؟ کار نه ولی دکتر میرزایی در جریانن. چطور؟ آه پس ایشون در جریان همه چی هستن؟ بله از شما به خاطر کمکاتون خیلی تشکر کردم. آقا سعید شما هنوز رو حرفتون هستین دیگه؟ برگردوندن جهان از خارج و قضیه اون نفوذیه تو پژوهش کرده. بله دارم روش کار میکنم. بله خدا نگهدار. چرا قطع کردی؟ داشتم با خانومم حرف میزدم. بابا من جون حسن غزل رو نجات دادم. چرا ساده انگاری میکنین؟ اگه جونش رو نجات نمیدادم همین شما یقه منو میگرفتین، میگفتین این بی ارزه است، دست با چلفتیه، زد جوون مردم رو به کشتن داد. میدونم همین رو میگفتین دیگه. بس دیگه حسن غزل رو انداخته واسه ما. بابا کچلمون کردی تو هم. چرا اینجوری میکنی؟ سعید چرا بهش چی نمیگی؟ راست میگه دیگه. چجنی شدی تو ها؟ کسی که موبایل رو به افشین رسونده همونی که ماجرای جهان و ناهید و باقی اطلاعات پرونده تو رو بهش رسونده. این چه جوری؟ میرزایی بهش رسونده. میرزایی خودمون؟ همه رو به چین کنار هم میفهمی. شک نکنید افشین ماموره. به همین دلیلی که میتونه گوشی موبایل و جهان و عالم و آدم رو برات بیاره تو زندون. پس ماموره. این ماموره؟ این چی مثل ماموره وارسته هست؟ ها؟
مأمور معذوره دیگه. مأمور معذوره یعنی بده این؟ خیلی. اینجا تو زندان هم بده؟ مأمور معذور همه جا بده. تو زندان، تو محل، تو پاتوق، تو اینجا همه جا هستن. خب کجا کجا؟ همین الان هم تو وقت اضافه ایم. تو زودتر اینجا رو بکن، جواهر رو در بیار، منم برم بنجانسون رو بیارم کمک. چنگیز تو هم بالا سرشون بایسته زودتر کار لوله رو تمام کنن. اوه، با چنگیز حرف بزنی درست صحبت کن. دستوری مستوری نهریم. بکن و بکن. بعدش هم باید خودت بیه کمک بکنی. ما آدم تو که نیستیم. من آدم چنگیز خانم. او گفتم. آره بابا دمت گرم. من باید برم فکر کنم. به چی؟ میگم طرف ماموره، همین الانش هم میدونه اینجا دنبال چی میگردین. من برسه اینجا ببینه اینورم کندین. میفهمه اونورم ما کند. آفرین. میفهمه جواهر رو در آوردین. بعد تو چه جوری میخوای سرشو بکوبی به تاق جواهر رو پژوهش کرده ببری بیرون؟ ها؟ ها؟ من توی فیلم دیدم اینا رفتن جواهر رو در آوردن، یارو خورد بردش داد. ایوه. آره خوب بود. آره دانت گرم. آفرین. ابله. یکی قبل تو اینو خورده بوده، همین الانم هم مرده. زمنه این موبایل رو روشن نکنی، اگه افشین مامور باشه قطعا داریم شنود میشیم. ای چون رو دارم؟ آره این بالتره. هم تصویر با این میتونم. آخ من با این اسنک بازی میکنم. عاشق اسنکم. این مار خوره میگم روشن نکنید. روشن یا روشنود میکنه. روشن تکرار کن. روشن نکنید. نکنید. روشن زن تو میندازی تو دردسر. روشن نکن. شکر ایزد که به اقبال کلا گوشه گل نهوت بعد دیو شوکر خار آخر شد. حافظ. حافظ؟ مطمئنی منظورم اون سیستره؟ مطمئنی شعر حافظه؟ چه نگاه میکنی؟ آخر شد دل بده. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند. نه نه اینو نگو. گفته بودم تخلف نکن. دعوا نکنید دال من میدم. دل من با دل تو خوشه. او اه او اه بدجوری دورید منو میکشه. او اه او اه محسن ابراهیم زاده. او اه او اه مردی با او اه شده. بن جانسون ماشاءالله پسر رو برید اتاق آقا چنگیز کارتون داره. ماشاءالله شیر پسر رو بودو باریکله بودو. ماشاءالله. اونایی که میخوان تو خیلی شرکت کنن باید کاراشون تا فردا ظهر اومده باشه. همینه بارو درستش همین بازار چست. هر چیزی رو که میخوای بی درد سر بری بره بیرون زنده بار. کار خیر همیشه درست‌ترین کاره آقا سعید. زنده بار. دوم در راه خیر تا کرج شالگردن بباف. آقا جمشی بافتم دیگه. سعید میخواستم مشکیه ببافم ولی کامبای رنگی آوردم. که شیکتره که الله. این مال من. نه برای تو سفید صورتی میزنم. دمت گرم. بزن یه دقیقه نسن. چیدم برو برم کلیت انبار میخوای واسه چیه؟ هنوز نمیدونم. بده برم عجله دارم. خیلی خب بابا عجله دارم عجله دارم. واسه ما راه ننداز. بیا اینم کلیت انبار. جختی اومدی یا؟ باش. چیه؟ بیا. چیه؟ خیلی نامردی. برای چی؟ ببین بلوندی چشات زاغه. فکر کردی این خارجی هر غلطی دلت خواست میکنی ها؟ باشه. این همه آدم تو پورتوریکو عد رفتی به این جانسان آوردین چه کار کنن؟ اما چیکار کنم بابا؟ یکم آدم باش. به قول شاعر گفتنی بنی آدم اعضای یکدیگرن بفهم. بابا این شعر به فارسی میگن تو بلدی؟ آره بلد باشه بلد نباشه مثلا حالا که چی اصلا؟ که چی یعنی اینکه اینا مهربونترن اینا ساده تر. آدم باش. برم. چیه دوباره؟ آدم باش. باشه. بسن دیگه امید نزن. تو بزن هتو نزن. بسن خسته نباشی. بسن افتخار آقا درد نزن. نه بزنم استراحت.
تو چرا میخ شدی به زمین؟ میخ شدم که میخ شدن دیگه. طوری شده؟ میدونین من یه مقدار کلنگ زدم. آی کمرم خیلی درد میکنه. یه ذره بشینم خوب میشن. خب بیا ببرم درمونگاه. من درمونگاه کردن قلنج کردن قلنج کردن درست میشن. نه بابا من درست میشن. آره ماساژ میدم. ممنون. واقعا پسر خوبی ها. خانوادگی خوبم. خانومش محترم. برادر خانومش. عالی آغاز. آغاز. چی آغاز؟ سهل دیگه مگه برادر خانومت نیست؟ چرا هست؟ اما آقا نیست. ببینم تو سهل از کجا میشه؟ به تنک یه دوتا قلنجه دیگرش مونده بود این را باید میشکنده. نه بابا آقا سهل شاهد عقدم. خیلی پسر آقاییه. مگه بهت نگفته بودم؟ تو این شلو پلوگیه دیگه وقت نشد بهت بگم. من که تاکسی اینترنتی کار میکنه اتفاقی اون رو جلو پجویش کرده منو سوار کرد. بعد که فهمید من بعد وارسته همه کار اینجا هستم و تو رو میشناسم چه کارهایی که برام نکرد. ماشینش ماشین عروسم کرد. بعد منو برد آرایشگاه شاهد عقد. چه کارهایی که واقعا این پسر آقا برام نکرد. تو با این خانواده‌ای که داری اینجا چی کار میکنی؟ البته جسارت نباشه آقا چنگیزه ها بتونی کلی گفتم. از جسارت کلی فهمتی. بله کارگرها مشغول کارن. ورود افراد متفرقه ممنوع میباشن. حتی شما دوست عزیز. ببخشید آقا قدرت جون به طور کلی عرض کردم. بزن 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 به خاطر اینکه معلوم نیست طول لوله چقدره که برین اونجا رو بکنین. بفرم بفرم خواهش می‌کنم بفرم تا اونا رو بعد خالی کن تو چیکار داری می‌کنی مشغول چی بکنی اینا رو واسه چی فرستادی بیرون صبر کن شروع کن بزن 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 آدم باشه بابا منو بده بزن بزن رو انداخته بدبخ شدی چرا یه چیزی بدتر از افشین سرمون اومد چی؟ سوهل بمیری سوهل چی داری میگی؟ این سیم کارت خوب بوشی بابا شفاف پرد بزن بفهمم چی داری میگی؟ چی خوب؟ چی ها میخواد چی کار؟ سب کن یه دقیقه من باید یه تماس بگیرم همین الان باید یه تماس بگیرم اگه نشنفتی چی گفت بخش شنوت میکنن اگه نشنفن چی میخواهیم بگیم میخوام زنگ بزنم به خانومم باش صحبت بکنم در مورد برادر خانومم این شنودش بکنن جرمه ها؟ خیلی خوب تو قطع کن من خودم درستش میکنم خداحافظ بابا جان جان اینا چسبشون پاک میشه دیگه نه فکر میکنم اگه پاک نشه دایید خدا اون روز نیاره بابا جون میشه شما بشینید تو ماشین من قبل عروسی داداش گلم خواستم یه چند کلمه خواهر برادری با سایل جا حرف بزنم نه بابا جون من پشت فرمون این ماشین نمیشینم همین صندلی شاگرد بشینید چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه ببخشید شش چیکار داری بیا ببینم یک کلمه حرف نمیزنی فقط گوش میدی داری با زندگی من چی کار میکنی؟ ها جواب نمیدی خودت گفتی حرف نزن الان میگم حرف نزن خبر دارم رفتی دنبال قدرت بعدم رفتی شاهد عقلش شدی تو هر روز میری دم پژوهشگره چی کار؟ امید به هر دلیلی اون توه فقط به خودش مربوطه و به من به تو هیچ ربطی نداره تو سر تو زندگی خودت باشه که از امشب همه توقع دارن که تغییر کنی بزرگ بشی این اولین و آخرین باریه که دارم راجع به این موضوع باهات حرف میزنم کدوم موضوع؟ فهمیدی؟ فهمیدم
کن سعید، یه چیزی کمه. چی کمه؟ آره اثر انگوش زنده بود. میخوام کپمونو بذاری؟ اینم اگه شما آب سرد نمیخوان اقیهشو بذاری فردا. مگه این همه بدبختی کشیدیم یه فردا صبحم روش ببند. داری با چنگی زرف بزنی ها؟ بگیر میخوام اون کپتو بذار. تو هم بذار کنار، الان میرن نگهبونا رو خبر میکنن. چنگیز خان رسیدم با آجر اصلی، یه دونه دیگه بزنم تمومه. بزن تمومش کن. شکست؟ آره دارم میبینم. نه حجور اصلی شکست. چرا؟ ببون جونم من بینم. سعید به موقع اومدی، فقط یه ای وجب مونده، یه ای وجب. من شکستم. زنده باد. زنده باد همین؟ ره خوشگو خالی؟ این موبایل من کن. موبایلت زیر کابینت. موبایل میخوای واسه چی؟ نمیدونم. کجا؟ کجا؟ برم یه چیزی درست کنم، اینو درش آوردیم بتونیم ببریم بیرون. نمیخواد. خودم راهشو پیدا کردم. دقیقاً چه فکری کردی؟ میرم بیرون میگردم، توی زندان یه دیوار پیدا میکنم، بعد میرم پشت دیوار وای میستم، بعد زنگ میزنم به همسرم، اونم میاد همون ور دیوار وای میسته، تنظیم میکنیم با هم. از این ور دیوار جواهر رو پرت میکنم، اون ور رو میگیره. ایول نقشه تو و همسرت بزن خطش. ممنون. چقدر طول کشید به این فکر برسی؟ 12 دقیقه 13 دقیقه. حالا اینکه تو این پژوهشکده کدوم دیوار رو پیدا میکنی که پشتش خیابون باشه به کنار. اینکه پای دیوار وایسادی میخوای اون کار انجام بدی نگهبان تو رو نمیبینن هم به کنار. اینکه بچه های اینجا که خیلی هم فضولن زاخسیات و چوب نزنن به کنار. اینکه تو شلدست بری پای اون دیوار وایسی اونو پرت کنی از بالای سیمخاردار و پروژکتور و اون ارتفاع درست برسه اونورم به کنار. اینکه خانم دقیقا ماماس با تو وایساده باشه و اونو دقیق بتونه بگیردم به کنار. اینکه حالا خانم من اونو وقتی میگیره کسی اون دور و بر اونو نبینه اینم به کنار. اصلا همه اینا به کنار. چطوره من زنگ بزنم بزنم بیاد موماس با من پشت دیوار وایسه بندازم براش بگیرتش؟ نظره پس من چجوری از زن تو سهممو بگیرم؟ آها پس به من اعتماد نداری؟ نه بابا این چه حرفی داری میزنی؟ معلومه که به تو اعتماد ندارم. چرا من اون وقت باید به تو اعتماد کنم؟ به من اعتماد کنی؟ من زن نرم. وای آقا من الان متوجه یه موضوعی شدم. ماها هیچ کدوم به هم اعتماد نداریم. ما طبق الگوی فیلم‌ها نمیتونیم بریم. خیلی خوب. پس بذارید من خاک بر سر برم یه چیزی درست کنم که مجبور بشیم به هم اعتماد کنیم. صبحم تشریفتون رو بیارید تحویل بگیرید. نمیخواد. خودم فکرشو کردم. من اصلی به تو نگفتم لازم نکرده فکر کنی، گفتم فقط کلنگ بزن. این سه تا آقای محترم به اندازه قد و قواراتون از اون موقع تاله یه خندق کردن، بعد جنابالی هنوز درگیر این کفه دستی. بابا این کلنگ خراب بود، نمیبینی؟ بمیرم. فیوزی سوخته بود یا رقاصک شکسته بود؟ وای کلنگ فیوز داره. این کلیه دیگه شل بود. بعد از اونجا که من زدم این اینجوری شل شد، دوباره کلن شکست افتاد. چرا نمیفهمی؟ من میترسم این بازارچه خیریه تموم بشه شما هنوز اینو بیرون نیاورده باشین. این اساسش برمیان. چی؟ اساسش برمیان. ها؟ اساسش برمیان. فاش اساسش برمیان. بچه
چقدر دمت تیروایی داری داش. باقیش کن. همینه. چی؟ همینه دیگه. همین؟ آره. جواهرم و جواهرم و جواهرم این بود جواهرت؟ آره دیگه. خب اینا که تو مغازه ناصر زرگر ریخته ایزن میتونه بره قصی برداره این؟ من کل پجورش کده رو ریختم به همون منم زر وقت این؟ این؟ خب اینو برداری میبری صده سو به دیرن که دمپایی هم بیشتر نمیدن که این؟ این چی آخه این زنگوله بوز؟ بابا خجالت وای وای یعنی یه سفم هم نمیشه که میشه 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 اونی که دنبالشه یه خونه بالاش داده نگاه به اندازش نکن تاریخیه ها؟ لاکردار قد ده تا خونه میارزه ده تا خونه؟ گفتی ده تا خونه دیگه نه؟ اینه رفشار میشناسی؟ میدونی شوهرت این شبا کجا میره؟ امشب قراره یکم با هم معاشرت کنیم. یه رفیق مشترکم دعوت کردم که همچین بزممون بزم بشه. اینجا جات امنه. هیچ کس نمیدونه اینجا وجود داره. الان به من اعتماد داری؟ قرار شد تو موقعی که دشمن مشترک داریم